درود بفرستم به شما همیهنان گرامی و نازنین، به همه شما که در سراسر ایران عزیزمان در انتظار روزهای بهتر هستید و در خارج از کشور در انتظار بازگشت به میهن عزیز. امروز سه‌شنبه است، 14 ماه مرداد و برابر است با 4 آگست 2020. 14 مرداد یادآور یکی از بزرگترین حماسه هایی است که ملت ایران در درازای تاریخ خود آفریده است و آن دستاورد بزرگی است که در قالب انقلاب مشروطه ایران ثمر رساند و تحول بزرگی که پس از آن در ایران به وجود آمد که آثار اون تحول پیشرفت هایی بود که در دوران دو پادشاه بزرگ خاندان پهلوی، رضا شاه بزرگ و شاهنشاه آریامهر اتفاق افتاد و با اینکه 41 سال است که کشورهای بزرگ استعماری به کمک رژیم تبهکار و فرقه جنایتکار اسلامی کوشیدند تا تمام آثار اون جنبش بزرگ ملی و اون حرکتی که تحول بزرگی رو در سرزمین ما ایجاد کرده بود محو کنند، اما آن تحول به قدری عمیق و ریشه دار است که به نظر می رسد که نه اینان و نه کشورهای استعمارگر حامی اینها می توانند چنین کاری رو انجام بدهند. اگرچه همه کوشش ها انجام شده است که ما با مشروطه، یعنی با حکومت قانون، بیگانه بشویم و حکومتی رو بپذیریم بر اساس اصل ولایت فقیه، یعنی یک حکومت تک نفره بر اساس باورهای دموده و کهنه شده ای که در درازای تاریخ دیگر قابل مصرف نیست، اما مردم ایران همچنان میبینیم که شجاعانه و دلیرانه ایستادند و کوشش میکنند تا در برابر این تهاجم سیاسی، فرهنگی و اجتماعی مقاومت بکنند. به هر روی این روز یکی از فرخورترین روزها در تاریخ معاصر ایران است و ما در امرداد هر سال 4 روز بسیار مشخص داریم. یکی 4 و 5 امرداد است که روزهایی است که یادآور اون دو شاهنشاه بزرگ ایرانی، رضا شاه بزرگ و شاهنشاه آریامهر است که در آن روزها ما رو ترک میکنند، ولی یاد و خاطره آنها میماند و آنچه که برای کشور ما انجام دادند به عنوان میراث آنها برای سرزمین ما باقی میماند. و بعد روز 14 مرداد است یا روز مشروطه که یکی از معتبرترین روزهای تاریخ ایران به شمار می‌رود، و بعد از این روز 28 مرداد رو داریم که نهضتی در این روز انجام می‌شود به دست میهن پرستان در برابر ارتجاع سرخ و سیاه، و سرانجام پیروزی میهن پرستان است که زمینه رسیدن ما رو به انقلاب سفید شاه و ملت آماده می کند و پس از آن است که ما با انقلاب شاه و ملت می توانیم کشور رو به طور کلی دگرگون کنیم و از مسیر نادرست به مسیر درست ببریم، و به همین جهت است که شاهد ترقی و تعالی کشور بین سالهای 1320-1332 تا 1357 هستیم، یعنی یک دوره بسیار کوتاه تاریخی که تحولات شگرفی انجام شده است که اگر بخواهیم با آنان بپردازیم حقیقتاً بیشتر به نظر یک معجزه میرسد تا کار سیاسی و اجتماعی و اقتصادی. در این روزهای گذشته، در 2 روز گذشته با خبری مواجه شدیم مانند اخبار پیشینی که جمهوری اسلامی میکوشد در این واپسین دم حیات ننگین خود هر روز خبرساز باشد و خبری بیافریند و نشان بدهد که دارای اقتدار و قدرت است و در اقصی نقاط جهان میتواند به ایرانیان مخالف خود دسترسی پیدا کند، اونها رو شکار بکند، و به قول خود اینها طی عملیات بسیار بسیار پیچیده توسط سربازان امام زمان اینها رو به داخل کشور ببرد و به مجازات برساند. هدف دیگری که رژیم دنبال می‌کند این است که توسط اوامر خود در خارج مسائلی رو مطرح بکند که این مسائل دامن بزند به اختلاف میان ایرانی‌ها و
دروغ پردازی هایی که از سوی برخی عوامل شناخته شده و ناشناخته انجام می شود در حقیقت خود عاملی است برای سرگردانی های تصمیم گیری های سیاسی و همچنین اعتماد پیدا کردن به یکدیگر، یکی شدن برای رسیدن به هدفی که جز سرنگونی و واژگون کردن رژیم چیز دیگری نیست و ایجاد یک محیط بلوا و آشوب. از هنگامی که رژیم منحوس و ددمنش اسلامی در ایران روی کار آمده است تا کنون، در حقیقت نه تنها ایران رو تبدیل به یک مرداب متعفن کردن، بلکه جامعه جهانی رو هم تبدیل کردن به یک شورزاری که جز بدی و جز رسالت از آن چیزی به عمل نمی آید. اینها با پول ملت ایران توانستند در طی این سالها خسارت‌های بسیار بزرگی به ساختار فرهنگی و اجتماعی ما وارد بکنند و در داخل مملکت شرایطی رو به وجود آوردند که امروز اعتماد در میان ایرانیان از بین رفته است و ایرانیان رو به گروه‌های مختلف تقسیم کردند، از گروه‌های فقیر و غنی که آنانی که در حقیقت در زمره دوز زادگان هستند به نام آقازاده، خود رو امروز تافته جدا بافته می دانند و میان خود و بقیه ملت اختلاف قائل هستند در قالب این که ما ژن بهتر هستیم. اختلاف ایجاد کردن میان آذری و اصفهانی، اختلاف ایجاد کردن میان اصفهانی و کرد، اختلاف میان کرد و بلوچ، و به همین ترتیب کوشیدن تا میان اقشار مختلف مردم اختلاف عقیده و سلیقه به وجود بیاورد. اختلاف میان مذاهبی که در ایران وجود دارد، حمله کردن به بهائی ها، حمله کردن به کلیمی ها و مسیحی ها و همچنین حمله کردن به مسلمانان سنی که در اون کشور در نقاط مختلف کشور ما زندگی می کنند. و به طور کلی اینها جدا کردن طبقه روحانی رو از غیر روحانی، خودی درست کردن در مقابل ناخودی و کوشش کردن به هر طریق ممکن جامعه ایرانی رو به قدری پراکنده بکنند که بین مردم ما آشتی پذیری به طور کلی از میان برود. علی‌رغم این کوشش های مذبوحانه و رذیلانه‌ای که رژیم انجام داده است، میبینیم که هر آینه که در کشور، در نقطه‌ای از کشور اتفاقی رخ می‌دهد، مردم سراسر کشور بسیج می‌شوند برای رفتن و رسیدگی کردن به وضع هم‌میهنانی که در حادثه‌ای، در سیل، در زمین‌لرزه یا هر حادثه دیگری گرفتار شده. و همه اینها رو ما می‌توانیم از بازگشت ناسیونالیسم و احیای ملی‌گرایی ایرانی در دوران مشروطیت ایران بنابراین. و به این طریق است که یک ملتی در برابر یک هجوم بسیار گسترده جهانی و داخلی مقاومت میکنه. در زمینه دستاورد دیگر مشروطه که سکولاریسم بود، اگرچه اینها کوشش کردند در طی این سالها به طور کلی مسئله سکولاریسم رو منتفی بکنند و همه امور کشور در قالب یک سیستم توتالیتر تئوکراتیک در دست حکومت باشد، آن هم حکومت ایدئولوژیک اسلامی، اما مقاومت مردم به خصوص زنان ایرانی در برابر آنچه که این رژیم پلید در نظر داشته و دارد باز نشان دیگری است که ملت ایران آگاهانه در برابر خواستهای خود و دستاوردهای مشروطه خود ایستاده است و مقاومت. و همچنین در زمینه لیبرالیسم به دستاورد دیگر مشروطه ایران است، میبینیم که قلم به دستان ما، سخنوران ما، دانشمندان ما، جوانان ما و همه کسانی که به هر طریقی میتوانند آزادی بیان رو حفظ بکنند، علی‌رغم همه سرکوب‌ها و فشارهایی که بر اونها بوده است در طی این سالها ایستادند، رنج زندان و شکنجه رو بردند، حتی جان خود را از دست دادند، اما آن نهضت آزادی خواهی که یکی از میراث‌های بزرگ مشروطه ایران است و به ما رسیده است رو ملت ایران کنار نگذاشته. آنجا که می‌بینیم زن ایرانی با شجاعت آن نشان خفت، یعنی آن روسری رو از سر می‌گیرد و بر بالای چوبی آویزان می‌کند و بر روی سکوی می‌ایستد و
نفی میکند این عمل رژیم رو، در واقع یک حرکتی است در جهت احیای لیبرالیسم که یکی دیگر از دستاوردهای بزرگ مشروطه ایران است. پس مشروطه زنده است، در پوست جامعه ما در حال حرکت است و این رژیم با همه سبوعیت، با همه خونخاری، با همه جنایتکاری که دارد نتوانست جلوی دستاوردهای مشروطه رو بگیرد. اما در یک زمینه دیگری توانست بسیار موفق عمل بکند و آن زمینه همونطور که عرض کردم ایجاد یک مرداب متعفنی بود که اعتماد رو در میان ایرانیان از بین ببرد. و این موضوع نه تنها در داخل کشور بلکه در داخل کشور به گونه ای نمایان است که ما وقتی که نگاه میکنیم به گروه های مختلف سیاسی، به افراد نفوذی در این گروه ها، به سخنانی که میگویند، به اعمالی که در جهت حفظ رژیم انجام میدهند، به تهمت هایی که به خودی میزنند، متوجه میشویم که عمق این ماجرا چقدر زیاد است. اخیراً فردی رو که میگوید رژیم با ترفندهای خاص و با عملیات بسیار پیچیده سربازان امام زمان رو بودند، این شخص بر اساس اطلاعاتی که ما داریم در هندوستان چند سفر داشته است که این سفرها هم تفریحی بوده و هم سفرهای کاری بوده. در آخرین سفری که ایشان می‌رود و از هندوستان به دلایلی که حالا گرفتاری های مسافرتی است به علت شیوع این بیماری کرونا، به هر صورت ایشان ناگزیر می شود که نتواند به ایالات متحده بازگردد و بنا به قولی سر از کشور تاجیکستان در می آورد. حالا چرا به تاجیکستان می رود معلوم نیست، اما خانواده ایشان اعلان کردن که ایشان به دبی رفته است، اون هم بسیار محتمل است. به هر صورت به هر طریقی از دبی یا از طریق تاجیکستان به ایران برده می شود و طبیعی است که همکنون در دست دشخیمان رژیم جمهوری اسلامی است. این شخص که یک سازمان و یک رادیو رو اداره می کرد و در واقع ادعا می شد که طرفدار سامانه شاهنشاهی ایران است، ضمن ادعای طرفداری از سامانه شاهنشاهی در حقیقت بزرگترین منتقد پادشاه فقید و همچنین شخص شاهزاده رضا پهلوی بود و این انتقاد رو هم در شکلی بسیار زشت و نابهنجار بیان میکرد. به هر روی آنچه برای ما مشخص و معلوم است این است که ایشون از عوامل رژیم جمهوری اسلامی نبود، در حالی که ما میبینیم خانومی که ادعا میکنند که سخنگوی آن سازمان است و نقش ایشان در اون سازمان به هیچ وجه هنوز مشخص نیست، میگوید که ایشان از عوامل جمهوری اسلامی بوده است و آقایی که با او مصاحبه میکند ایشون رو دعوت میکند و در حالی که نمیداند حتی نام فامیل این خانم چیست و اون رو به غلط تلفظ میکند، از این خانم میخواهد که اظهار نظر بکند و خانم هم این شخص رو متهم میکند به اینکه ایشان از مزدوران جمهوری اسلامی است. این مسئله به طور کلی رد می شود چون هیچ گونه اثری، علامتی وجود ندارد که این شخص مزدور جمهوری اسلامی بوده باشه. اما جمهوری اسلامی با ترفندهایی که به کار می برد و با عواملی که در خارج از کشور دارد و مسائلی که مطرح می کند، در حقیقت قصد دارد که اعتماد رو در میان اپوزیسیون ایران در خارج از کشور از بین ببرد. شما به عنوان کوشنده سیاسی از یک طرف بهراسید که در یک مجمعی در یک گروهی سیاسی شرکت بکنید، زیرا که ممکن است در اینجا آدم‌هایی باشند که شما رو به رژیم لو می‌دهند، مشخصات شما رو در اختیار رژیم می‌گذارند. از سوی دیگر این بی‌اعتمادی سبب می‌شود که افراد رغبتی به شرکت کردن در سازمان‌ها پیدا نکنند و تشکلی ایجاد نشود. و از سوی دیگر می تواند هر کسی رو توسط عواملی که دارن به راحتی یا در زمره خودفروشان به رژیم معرفی بکنن و یا شرایطی رو به وجود بیاورن که در خارج از کشور اگرچه اون آدم وابسته به رژیم نبوده است، ایجاد شک و شبهه بکنن که این آدم به نوعی با رژیم جمهوری اسلامی وابستگی داشته.
از سوی دیگر در داخل به ملت ایران نشان بدهند که تصور نکنید که ما رژیمی در حال فروپاشی هستیم. ما رژیم قدرتمندی هستیم که می توانیم از آن سوی جهان، یعنی از ایالات متحده، مردمانی رو برباییم و به اینجا بیاوریم و به محاکمه بکشیم و مجازات. و در حقیقت این قدرت پوشالی خود رو می خواهند اینجا به ملت ایران در درون کشور به ثبوت برسن. رژیمی که در تمام زمینه‌ها شکست خورد، در اقتصاد یک اقتصاد بحرانی دارد، در زمینه سیاسی کاملا منزوی و به زودی با اتفاقاتی که خواهد افتاد و محدودیت‌های بیشتری که برای این رژیم به وجود خواهد آمد، انزوای سیاسی رژیم بیشتر خواهد شد. به لحاظ اجتماعی شکست خود، امروز مردم دیگر اعتمادی نه تنها به این رژیم ندارن، بلکه تنفر بسیار زیادی نسبت به این رژیم، سران رژیم و بخصوص شخص علی خامنه‌ای دارن. و از سوی دیگر در زمینه‌های نظامی و امنیتی شکست خورده است. هواپیماهای بیگانه نتنز رو بمباران میکنن و مرکز ساخت آخرین ورژن سانتریفیوژ های اینها رو بمباران میکنن بدون اینکه اینها متوجه باشن که چه گذشته است. و بعد از یکی دو ماه سرگردانی سیستم ضد هوایی کشور رو فعال میکنن. اینها در اثر استیصال مبالغ زیادی پول هزینه میکنن در جیب ملت ایران که یک ماکتی درست بکنن از یک ناو هواپیمابر آمریکایی در خلیج فارس و این ناو رو موشکباران بکنن. و جالب اینجاست که این موشک ها هیچ کدام به این ناو اصابت نمی کنند و سرانجام ناگزیر می شوند که با هلیکوپتر روی ناو بنشینند و دقیقا این فرومایگان بیخرد تصور می کنند که یک ناو واقعی آمریکایی که از چوب و مقوا و آهن ساخته نشده است هم دست بسته نشسته است که اینها بر روی ناو هلیکوپتر پیاده بکنند. و بعد که به هیچ وجه موفق نمیشوند، کوشش میکنند این ناو رو منفجر کنند که نمیتوانند و این ناو رو برمیگردونند و این ناو امروز در نزدیکی های بندر عباس در دریا غرق شده است، نیمه غرق است و ایجاد اشکال کرده است برای خطوط کشتیرانی. این هم وضعیت نظامی و وضعیت امنیتی رژیم است. حالا رژیم با این شرایطی که دارد و یک رژیم کاملا شکست خورده است و کسانی که وابسته به خود این رژیم هستن، امروز از اونهایی که در مجلس نشستن و به دنبال مطامع خود هستن که پولی بگیرند و خانه بگیرند و که اینها فردا از همه اینها بازپس گرفته خواهد شد، بهتر است امروز اینها رو نگیرن. و یا کسانی که فکر میکنن که امروز اگر هنوز با این رژیم باشند منافع اینها تأمین خواهد شد، اکثریت کسانی که حتی در بدنه نظامی رژیم قرار دارن دیگه سلب امید کردن و امروز به دنبال مسائل آزادی خود و فرزندان خود هستن. از سوی دیگر ما که همواره تصورمون بر این بود که در جنبش‌های مدنی حرکت‌های میلیونی ابتدا آغاز می‌شود و مردمی که به خیابان می‌آیند سرانجام کارگران رو تشویق میکنند و اعتصابات کارگری به عنوان پشتوانه حرکت‌های مدنی شکل میگیرد، امروز شاهد هستیم که در نقاط مختلف کشور کارگران ما، کارگران شرافتمند و زحمتکش ما دست به اعتصاب زدن. و بزرگترین شاهکاری رو که میتوان مثال زد از اعتصابات کارگری در تاریخ معاصر جهان، نه در ایران، در تاریخ معاصر جهان، اعتصابات کارگری هست در هفت‌تپه. این کارگران باهوش، خردمند، شجاع و میهن‌پرست و در عین حال محروم و زحمتکش، در مدتی حدود 2 ماه در اعتصاب به سر میبرند، در زیر گرمای سوزان و طاقت فرسای خوزستان در برابر کارخانه به اعتصاب و تحصن پرداختن و در سخت‌ترین شرایطی که خود اینها و خانواده اینها زندگی می‌کنند و حتی نانی برای ارتزاق ندارن روزگار می‌گذرانند، اما حاضر به تسلیم شدن در برابر خواست‌های عوامل علی خامنه‌ای مفلوک ملعون
نیستند. اینها به دنبال این هستند که حقوق خود رو، حقوق قانونی خود رو به دست بیاورند و در برابر نابکاری ها، دزدی ها و رذالت های رژیم بایستند و مردانه و جانانه ایستادند. ما هنوز خاطره آن بانوی بزرگ کارگری که آن سخنرانی زیبا رو در برابر کارخانه قند هفت‌تپه انجام داد و یا کارگران دیگری که امروز در زندان به سر میبرند و صرفاً اعتراض داشتند به نگرفتن دستمزدها و حقوقها رو فراموش نکرد. و به همین جهت است که ملت ایران امروز تا حدودی متوجه کار بزرگ کارگران کارخانه نیشکر هفت‌تپه شده است و آنانی که هنوز نشده‌اند لازم است که بدانند که حمایت از کسانی که در نهایت صبوری بدون ایجاد بلوا و آشوب، بدون ایجاد برخوردهای فیزیکی، صرفاً در برابر این نامردمان با استقامتی کامل و با عزمی راسخ ایستاده اند باید مورد حمایت ملت ایران قرار بگیرند. و به همین جهت است که مردم خوزستان به کارگران نیشکر هفت‌تپه پیوستند و این امید رو داریم که مردم سراسر ایران به این مردمان شریف، زحمتکش و بزرگوار ایران بپیوندند. در حقیقت با توسعه اعتصابات کارگری و اینکه جامعه جهانی میکوشد که به هیچ وجه راجع به کارگران ایرانی خبری پخش نکند و شما در یکی از این تلویزیون های وابسته به استعمار مانند بی بی سی، اینترنشنال و غیر و ذالک نمی بینید که این حرکت بزرگ و این حماسه بزرگ کارگران ایرانی رو منعکس بکنن، ولی استقامت اونها سرانجام جامعه پلید جهانی، جامعه سیاسی پلید دنیا رو وادار خواهد کرد که صدای مظلومانه و استقامت بی‌نظیر اونها رو بپذیره. در یک چنین شرایطی آنچه که به نظر می رسد این است که یک نوع سرگردانی ایجاد شده است که بخشیش بر اثر همین فسادی است که رژیم در داخل و خارج از کشور به وجود آورده، همین بی‌اعتمادی که توسط عوامل خود در خارج از کشور ایجاد می کند و مردم وحشت زده از این که در گروه ها یا کانون های شرکت بکنند، و بخش دیگری سرکوب و ارعاب بسیار شدیدی است که در داخل مملکت هست که مردم بهراسند از اینکه جوانان اینها اگر در تظاهرات شرکت بکنند مورد اصابت گلوله در قلب یا مغز خود قرار خواهند گرفت و با ایجاد این وحشت بزرگ کوشش بکنند تا مردم رو منصرف بکنند، و از سوی دیگر عدم هماهنگی اپوزیسیون در داخل و خارج از کشور و نبودن رهبری وضعیتی ایجاد کرده است که رژیم ددمنش و فرقه تبهکار آخوندی نهایت سوء استفاده را از این شرایط می‌کند. ایرانیان خارج از کشور عمدتاً در انتظار نشستند که ببینند در داخل چه اتفاقی می‌افتد و حد اکثر به این بسنده بکنند که تعریف و تمجید بکنند از حرکت داخل کشور، و یا اونهایی که وابسته به رژیم هستند این حرکت رو در بی بی سی و جاهای دیگر مورد انتقاد قرار بدهند و به عنوان حرکت‌های خشونت‌آمیز این مسائل رو جلوه بدن و بکوشن تا اثبات بکنن که رژیم قابل اصلاح هست، رژیم بسیار خوبی است که می‌شود اصلاح کرد و اصلا لزومی برای انقلاب و سرنگونی نیست. مزدوران اینها به این شکل عمل می‌کنن و در خارج عمدتاً مردمان خارج نشین که شاید بین 5 تا 7 میلیون نفر رو تشکیل می‌دهند در انتظارند که ببینند در داخل کشور چه اتفاق می کنند. در داخل کشور هم اکثریت جمعیت در این انتظار است که ببینند خارجی ها چه می کنند، اونها چه کاری در جهان آزاد برای رهایی هممیهنان خود و ملت خود انجام می دهند. و این گردونه باطل چند سالی است که دور خود می گردد و می گردد و هنوز هیچ اتفاقی رخ نداده است. بنابراین در یک چنین شرایطی اولا اون گروه اندکی که در اقلیت هستند و جان بر کف به خیابان می آیند و نهایت فداکاری رو برای آزادی خود و دیگران و رهایی میهن می کنند رو باشید
ارج گذاشت و اونها رو بایستی به هر شکل ممکن حمایت کرد و خانواده های اونها رو حمایت کرد و در نهایت اون ساختار مدیریتی که بایستی بتواند پل ارتباط میان داخل و خارج رو ایجاد بکنند و امکاناتی رو که بالقوه وجود دارد رو به فعل تبدیل بکنند و مردم بتوانند یک پارچه به حرکت میلیونی درآیند و از این اعتصاباتی که آغاز شده است بتوانند حمایت بکنند و یا اعتصاب کنندگان بتوانند از جنبش بزرگ میلیونی ملت ایران حمایت بکنند، لازم است که ما دیگر باره بیاندیشیم و کسانی که حس مسئولیت در برابر تاریخ، در برابر ملت ایران و در برابر ایران عزیز ما، سرافرازی و آزادی ایران دارند، به هوش بیایند و کاری کنند. نشستند و سکوت کردند و اعتراض کردند و اطلاعیه و اعلامیه صادر کردند. این روزها کاری نیست که کارستان باشد. این روزها کاری است که بایستی با آگاهی مسائل رو بشناسیم، با قدرت به میدان بیاییم، ایجاد تشکل‌های میلیونی بکنیم و بدیهی است که برای این کار بایستی آماده بشه. آمادگی ملت به طور کلی به این طریق خواهد بود که با ایجاد صفوف متمرکز و اتحاد با یکدیگر میتوانند یک اقدامی عاجل برای رسیدن به اون مرحله حساسی که یک انقلاب شکل میگیرد برسند، ولی در این حال کمبود رهبری کماکان با تمام نصایحی که ما میکنیم به یکدیگر یا ملت در داخل میکند به خارجی ها یا خارجی ها نصیحت میکنن به داخل، اون مسئله رهبری و نبودن ساختار رهبری امروز بیش از هر زمان دیگری بایستی لحاظ بشود و بایستی ما به اون بپردازیم و توجه بکنیم. برای این امر من تصور نمی کنم مشکل زیادی بر سر راه باشد، فقط عزم راسخ می خواهد و اینکه ما به خود اطمینان پیدا کنیم و به وظیفه تاریخی خود پی ببریم و با آن عمل کنیم و با یک چنین عمل کردیست که می توانیم خواست بزرگ همه ملت ایران، چه آنانی که در داخل هستند چه آنانی که در خارج هستند رو به ثمر برسانیم و با اون پیدایش جنبش میلیونی و حمایت اعتصابات کارگری که 100% گسترده خواهد شد به صنایع دیگر مثل صنایع نفت و پتروشیمی که امروز ما شاهد این اعتصابات و اعتراضات هستیم، در حقیقت یک بار و برای همیشه از شر این رژیم منحوس و این فرقه تبهکار اسلامی رهایی پیدا کنیم. به امید روزهای بهتر هستیم و باید باشیم و بایستی در فکر نجات میهن همه ما از بزرگ تا کوچک به وظایف خودمون آشنا بشیم و به انجام وظیفه بپردازیم. سپاسگزار که با من همراه بودید. با شما بدرود میگویم پاینده ایران عزیزمان و بدرود تا برنامه دیگر.